مراسم بعد از سخنرانی چند استاد دانشگاه و در غیاب نمایندگان تشکل‌های دانشجویی که سرپرست دانشگاه تهران دلیل اون رو کمبود وقت دونسته بود و با درد و دل‌های یکی از دانشجوهای نمونه کشوری از دانشگاه علوم پزشکی تهران پیگیری شد. فرصت محدود است، من هم ترجیح میدم که سریع سراغ اصل مطلب بروم. پوزش هم میخواهم اگر مطالب را از بر میگویم، متاسفانه به لحاظ ملاحظات امنیتی اجازه ندادن کاغذی که باید میآوردم رو بیاورم. خب به فال نیک میگیرم، انشالله که باعث شود خالصانه تر و صادقانه تر صحبت کنم. میگن اگر تماس داشته باشیم با خارج، استادای ما برن، استادای خارج بیان، نکنه یه وقتی یکی توش جاسوس در بیاد. دست فردارید از این بهانه جویی ها. البته اینکه امروز جزو برنامه گذاشته نشده بود تا تشکل‌های دانشجویی سخنان خودشون رو بیان کنند، مایه تأسف من شد. ما نباید بترسیم از اینکه اساتید ما در کلاس‌ها سخنان متفاوتی رو بیان می‌کنند. نظرات متفاوت، سخنان متفاوت. ببینید سخن متفاوت غیر از سخن مغرضانه است. بله یک کسی مغرضه و یه بحث دیگری است، اما یک کسی هست نظرش هست و اون نظر خودش رو میخواد بیان کنه. خواهش میکنم سختگیری نکنید. سختگیری های بی مورد منجر میشه به عدم تساهل، عدم تساهل منجر میشه به رانده شدن افراد لایقی که بیانشان صریحه. سختگیری منجر میشه تملق‌گوها بالا بیان. نگذاریم در دانشگاه فضای تملق باز بشه. من یه بار این جمله رو گفتم، ما دلمون نمیخواد جمعیت 80 میلیونی، حالا حدودش، حدود 80 میلیونی ایران تبدیل بشه به 160 میلیون. همه دو چهره پیدا کنن. ما میخواییم 80 میلیون همون 80 میلیون چهره باشه، نه 160 میلیون چهره. توی جمع میاد با یه لحن حرف میزنه، توی یه جمع دیگه میره با لحن دیگه حرف میزنه، خونه میره یه جور حرف میزنه، دانشگاه میره یه جور حرف میزنه، مرکز اداری میره با یک لحن دیگه. سختگیری ها باعث شده حکومت و اداره کشور بدون سعه صدر امکان پذیر نیست. سعه صد پیدا کنیم، بگذاریم افراد حرفشون بزنن. به خاطر یک اشکال کوچک و یک اشکال خورده اشکال آدمهای بزرگ رو کنار نگذاریم. هیچ کس در این جامعه، همونی که اعتقاد ما شیعه است، فقط 14 معصوم 14 معصومن، هیچ که معصوم نیست، همه خطا میکنن، همه اشتباه میکنن. بی جهت افراد را زیر علامت سوال نبریم. یه وقتی یه آقای رو میخواستیم ما برای جای مسئولیتی بهش بدیم، یه کسی آمد یه عکسی آورد، گفت این آقا این اشکال رو داره. یک عکسی که صدها نفر تون بودن، یکی رو زوم کرده بود، میگفت این اونه. گفتم تو از کجا اینقدر استعداد فراوان داری اینجوری تطبیق میدی این رو به اون؟
خب این که شباهت به 20 نفر دیگه هم داره. خیلی من بحث کردم، گفت نه آقا احتیاطش به اینه که اینه بذاریم کنار، احتیاطش اون وره اتفاقا. اساس دین اینه همه مردم راستگو هستن مگر اون که عکسش ثابت شود، همه مردم خوبند مگر اون که عکسش ثابت شود، همه مردم صالحند مگر این که عکسش ثابت شود، همه مردم بیگناهند مگر این که عکسش ثابت شود. این جزء اصول مسلم موازین دینی و فرهنگی ماست. اصل براءت، اصل صحت عمل مسلم، اینا جزء الفبای علوم اسلامی ماست. اگر ما میخواهیم کسی را مورد نقد قرار بدیم، اگر دلائل و مدارک کافی، متاسفانه در جاهای تصمیم گیری بسیار مهم که حالا نمیخوام اسم ببرم، میان میگن فلان آقا برای ریاست فلان دانشگاه خیلی مصلحت نیست، چی شده؟ میگن اون آقا راجع به او این گفته است. یعنی اینجوری؟ تازه اون آقا که گفته است اون کیست؟ چقدر به اون اعتماده؟ به چه دلیل گفته؟ به این راحتی ما آبروی مردم رو به این راحتی معامله میکنیم، اسمش رو میگذاریم دقت نظر. این دقت نظر نیست، این تخریب مسلمانه. حق مجلس شورای اسلامی است اگر خواست وزیری رو تحت عنوان استیضاح بهش رأی نده، این حق قانونی اونهاست. اما ما هم نمیتونیم تأسف خودمون رو ابراز نکنیم از اینکه یک وزیر عالم دانشمند انقلابی رو از دست داد. اون همه اساتید دانشگاه برای من نامه می‌نویسن که آقای دکتر فرجی دانا شایستگی داره تا مدیریت این وزارتخانه را بر عهده بگیره. من با فشار این و آن حاضر شوم به او بگویم استعفا دهد. این با اخلاق، با چارچوبی که این دولت از روز اول به مردم قول داده انطباق پیدا میکنه؟ پارسال ما آمدیم اینجا برای شروع مراسم تحصیلی، وزیر نداشتیم، وزارتخونه ما سرپرست داشت، حالا امسال دانشگاه هم سرپرست داره، هر دو. به هر حال در طول یک سال ما 4 وزیر و سرپرست رو تجربه کردیم. آقای میلی منفرد رو ازش خواهش کردیم بیاد مسئولیت به عهده بگیره. خب حالا مجلس شورای اسلامی نپسندید، اشکالی نداره. از آقای دکتر توفیقی خواهش کردیم بیاد سرپرستی رو به عهده بگیره که قبول کردن سرپرستی رو. از یمین و یسار به ما فشار آمد که او رو معرفی نکنیم، گفتیم اهلا و سهلا. سر فرود آوردیم برای اینکه دانشگاه آرام باشه، کشور آرام باشه. آقای دکتر فرجی دانا رو آوردیم، شروع به کار کرد، بورسیه و ما ادراک مل بورسیه.